توی اون خونه نوزادی به دنیا اومده، همسایه این ور کوچه پارچه سیاه زده. یکی از داغ عزیزش مثل بارون میباره، یکی دستاشو توی دست شریکش میذاره. آره باز این درو یکی میاد یکی میره، یکی چشمش هنوزم میدوه و یکی سیره. تو این که مسافر جاده یه روز دار میشی، یه روزی پاییزی و یه روز دیگه بهار میشی. بزا شادیات بمونه غم و از یادت ببر، آخه زندگی همینه قصه سنگ و سر. قصه گریه و خنده، قصه شادی و غم، قصه بالا پایین و قصه زیاد و کم. آره باز این درو یکی میاد یکی میره، یکی چشمش هنوزم میدوه و یکی سیره. توی که مسافر جاده یه روز دار میشی، یه روزی پاییزی و یه روز دیگه بهار میشی. میدونی هرچی خدا بخواد همونه، هم سفر یا لبخند و عشقت و تو به سها ببر. نادر آقای نادر معروف به سسوت. ای بابا خاندانش چیه با؟ سلامت. بیا اینجا بینم نادر جان. این عروسی مگه فردا مای پنجشنبه نیست؟ بله. ما عروسی نداریم فردا شب. عروسی فردا؟ بله. فکر نکنم خاندانش. چی نکه اینه ها؟ روش خط کشیدی چرا که؟ چرا کنسلش کردی؟ آها ماله چی بود آقای؟ ناصر گرشاسبی. آها گرشاسبی. اینها نوشتی عروسی مربوط به آقای ناصر گرشاسبی، بعد بردشتی زبدر کنسل شد. من چی نگفتم خانه داشت؟ چی رو نگفتی؟ داماد فرار کرده، دقیقه 90 داماد فرار کرده گذاشته رفته. چی شد؟ فرار کرده؟ بله خانه. مگه یه هفته پیش سر زدن گفت. آقا مگه میشه عروسی فرار بکنه بره؟ یعنی چی؟ فرار کرده دیگه خانه داشت. شما میری بیگردی پیداش میکنی برش میداری میاریش اینجا. چیکار میکنی؟ من نمیدونم. ها چیکار؟ وظیفه جناب عالیه. میری میگردی یقش میگیری برش میداری میاری عروسی. چه خانه داشت؟ زندگی خصوصی مردم به من چه ربطی داره؟ کی من گفتم به زندگی خصوصی مردم دخالت نکن؟ من برم. به ما مربوط میشه، این قرارداد داره بنده خدا. خب قرارداد داشته باشه، یه هفته پیش کنسلیش کرده دیگه. آقا جون وظیفه جنم میگم ضرر بباختیم. آقا یه کار دیگه. چیکار کار؟ یه کار دیگه که بهتر از اونم هست. چیکار؟ شما میری پیداش میکنی میگی که این دفعه اگه بیای عروسی بگیری، حالا چرا به زور، اگه عروسی بگیری درصدی هم به تخفیف میدیم. بلکه اینجوری راضی. نمیخواد خانده بشه. نمیخواد. شما برو بهش پیشنهاد بده، نخواست بعدن بگو نمیخواد. ببین منو شما خودتم یه جوری سیبیله چرب شدید. من میدونم کار نادر سسوت. جاکرتی خواهد سیبیل شما رو هم یه جوری چرب کنید. آره برای چی؟ برو تمومیش کن. فرار کنه، باید بیاد اینجا عروسی کنه. بیارش ببینم چه کار میکنه. چشبا اجازه خانم. بیاینجا کجا میری؟ کی بهت گفت بری؟ بیاینجا شما گفتی برو. اجازه بینو چنده مه نادر؟ امروز امروز نهم. نهم چه برجیه؟ نهم مهر. نه مهره؟ نه مهر. چه سالی؟ خانده داشت 82. چه سالیه؟ 82. اوه چی شد خانده؟ بچه ها رو بگو جمع شد. چی شد؟ بودو بگو بیان چه کارشون دارم من. همه رو بگو بیان. آقا برای چی خانده؟ هیچیم. بچه ها آقا من هیچ وقت این آبجی خانم میدونه من هیچ وقت یه همچین شبی رو یادم نمیرفتم. نمیدونم امشب چی شد ما یه او یادم. مگه خانه امشب چه شبیه؟ بابا مگه خبر ندارید؟ ما هر 20 سال یه بار رفقای قدیمی سابقه بر این دور هم جمع میشیم. رفقای خیلی صمیمی دور هم دیگه جمع میشیم، با دیدارها تازه میشه. 20 سال پیش انگار پریشبه. آبجی خانم یادشه انگار پریشب 20 سال پیش جشن گرفتیم یادم بود، ولی امشب و از بس من با شماها یکو به دو میکنم خودم هم کودن شدم دیگه یادم بود، ولی من یادم نبود میرفت امشب و شب ما به این مهم میرفت. خیلی زود گذشت، اصلا انگار همین 17-18 سال پیش. چی انگار 19 ساله، مثل برق گذشت 20 سال. 20 سال 20 سال
حالا میگه چی کار کنیم؟ هم چه خانم این اگه بیام؟ نمیدونم، حالا باید یه کاری بکنیم، دست به دست هم بدیم، هر کدوم یه گوشه ای رو بگیریم. ببین تجربه داره، میگه دست به دست هم. زینب خوابی توی بیداری؟ میخوام گل بکاری امشبا، میخوام سنگ تموم بذاری. خب مثل جلو اینا آبرو من حفظ کنی مثل همیشه. چشم تمومه؟ غلام خداحافظ شما. خب دیگه چی؟ آه امید چم جونم، اون پیرن بنفشه من هست، خطی را رایی از این برداره باعث هر جا میخوام برم شکی بکنی بیشم. آه بله. اینه میشوری؟ بله. خوش میکنی؟ اوتو میکنی میدی داداش؟ اگر رو ببستر خان داداش. خب شستنش چشم روی چشمم شستن. اما چجوری چیز کنم خوشکش کنم؟ اون دیگه وظیفه خودته، نمیدونی تو چجوری خوشگش میکنی؟ آقا جون وقتی شد مگه نشستیش؟ بله. این دندون میگیری؟ میگیری به نیش 80-70 دور دور این باغ بدویی، باد توش بیفته خوش میشه. باد میگیری؟ باد که بیفته توش خوش شده دیگه. این دیگه خودت بلدی. یه اوتو هم بهش میزنی میدی من بود بشم. آقا جون شما جونم ولش کن اینو. خاندش خوابه بیدار. خواب باشه چه که اون وظیفهشو میدونه. تو خودت آقا جون میده انواع و اقسام میدجاتو میخوام فراهم کنی، از قبیل آناناس، موز، انبه، خربوزه، هندونه، گردو، مغز بادوم، چاغال بادوم، پرتقال با کلوچه. همه اینا را آماده. کلوچه که فصلش نیست خانم. کلوچه فصل نداره. کلوچه میگم کلوچه چیز، چاغال بادوم. چاغال بادوم و پرتقال فصلش نیست خانم. میگه فصلش نیست، یا تهیه میکنی یا نمیتونی تهیه بکنی، به من قبلش بگو تا زینال بدم شکمتو سفره کنه توش. پر مواد یه بکنه بذاره رو میز باشه نمیدونم. باز گیر دادی به شکم سبزی مبزی بذاریم. آره سبزی مبزی پر کنیم مثل مرغ شکم خالی بذاریم رو میز. با چی بایستی من نگاه میکنی؟ چیکار کنی؟ آشید بار فرار کنید دیگه. برای چی بایستی؟ فرار درد با چی به من زور زهید نگاه میکنی؟ فرار کنی؟ مگه نگفتم اهم به وظایف بود؟ فرار کنی؟ باشه بله چیزی سلام علیکم. خسته نمشتم. نمشتم. آشان خواهد آرمون شد. یه بزن خسته نمشتم. بله؟ دارم کارم خودم انجام میزنه. کمک نمیخواد؟ نه خیلی کمک. هر چیزی باشه. مزاحمت بسیار ایجاد نکنه. نه خدمت. کار خود ترکیز کار خود چرا انجام میده بسیار دیرم. کاری که کاری که نداری چه کاری به تو مربوط نیست که میخواد؟ من چی کار کنم؟ دارم کار خودم خودم میکنم، به تو کار ندارم. باش چش. غذا چی شد؟ غذا درست کردم خانده داشت. همون چرا که فرمودید غذا همه کم نمک، سوپ فرمودید بدون استخون، بدون استخون درست کردم. بدون استخون. از بزرگتون تمام برنامه های رژیمی که فرمودید باید طبق برنامه رژیمی برای سنین بالای 65 سال باشه، همه اونا لحاظ شده در غذا. همه اینا لحاظ شده. واقعا شده لحاظ. آفرین. نه پسر. حکیتونه. بس اون تک و پوزو که تا حرفی کافیه به شما ها بزنن این پوزو به اندازه قار با میکن. باید بندون پوزه تو. قار از ما برمان. آفرین به تو. یعنی صد باری کلا به زینور خودم. که یعنی تو کارت حرف نداره. چی کن؟ اینا اومدن. 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 ها؟ نه نه اونا نیستن. خنده داشت. بله. خنده داشت. بذار اومدن. خنده داشت. بله. حالتا صبح بگو خنده داشت. زینو. 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 کوفت زینو. حالتا صبح بگو زینو. خنده داشت. چه مرگ تو حرف بزن. میگم. نمیخواد بگی. حرف نمیخواد بزنی. میفهم. چه کار کن. میخواد خودت لوس کنی باز دوباره واسه من. آه آدم با شما یه لبخند میزنه. کافیه چشم من چپ کنم. هزار یه جور عدوات بر از خودتون در میارید. یه تو چه بنا بینم کار دارم الان میام. 20,000 تومن دستی مساعده من. پیشی؟ 20,000 تومن دستی مساعده من. دستی و پایی مگه داریم؟ مرد حسابی 20,000 تومن هم کجا بوده؟ پول دارم من که به تو بدم بکن. کف دستی که مو نداره چی میخوای بکن؟ 20,000 تومن من. میگم ندارم برو فکر ببر دنبال کارت. 20 تا یه آدم یه لبخند به شما میزنه فوری کاسه گداییتون آویزونه گردنت. اونم کجا بوده این میانی میشه بیارو یه تاگر بکن سردر. بله گل بگی بیارو دنبال کار. خجالت بکن. امری نداری؟ خجالت بکن. چشم امری نداری؟ خجالت بکن. چشم خیلی خوب بکن. امری نداری؟ نه ارزی ندارم. خجالت بکن. چجوری خجالت بکن؟ بارو دنبال کار جلب کن. اینا زینو قشنگه این دوست.
خانده داشت، این سوپی که گفته بودین آماده کردم، فقط شما بچشینش ببینین که فلفلش خوبه یا نه. بله، کمی یا زیاده؟ بزرمجه باشه. آدم ست کو کو؟ یا مردی شورون دکو دون تو بزنه نگاه کن. خب بچسبونش رو میز این یارو گرشاسبی. این صندلی آقای گرشاسبیه؟ بله، بچسبونش روش. بفهمید، یه اینجا. بله خب برای آقای گرشاسبی؟ سوپ چطور شد سوپ؟ سوپ عالی شد دیگه. بچش سوپ تو بچش. بله؟ بچش سوپو. من بچشم؟ بله بچش، بس نخه بنده بچش. خواهین دادش نیم کیلو فلفل ریختم این تو، من بچشم. چی به تو گفت نیم کیلو بریزی؟ گفتم یک کیلو. یک کیلو؟ بله بچش. خب بابا قرار دوستای خودتون میل بکنم، من قرار نیست بخورم که. آخه بنده خدا یکی اول بعد بچشه ببینیم همون سوپی هست که مورد نظر ما هست یا نه. بچش گفتم. اجازه بدی حالا چشم. میگه چشم. آها خانده داشت، راستی یادتون گفتی یکی از دوستتون سیگاریه. آه چیزی میگی، حضلولی ابرام. ابرام حضلولی. حضلول ابرام حضلولی. حضلولی حضلولی. خب بهش ببین چی آماده کردم خانده داشت. ببینم اینه چند تا به اندازه کافی خانده داشت. ببین چه سیگاری برای آقای حضلولی آماده کردم. روشنش کنم. اینه چه قشنگه. قشنگ میزم. از اینا کلی آماده کردم برای آقای اوجلولی. گفتم چه سوپو بچه. سوپو؟ بله. میشه نچشم؟ میگه میشه نچشم. من نگفتم بچش گفتم. یکی باید بالاخره آزمایش کنه بگه به ما چیه قضیه. بچشم؟ بچش. حالا تا صبح میگه بچشم. گفتم فلفلش کمه، بفرما. کو عکس العمل دستم؟ چی خودم خواهد داره؟ چی؟ خب کمه فلفل بارم امام خورم خنده خدا فلفلش کمه. این آدمسم نمیچست به پشت ما هر کاری میکنه. آدمسه نمیچست به هر کاری میکنم امید. خانداداش تاریخ قرار رو اشتباه گرفته، نه؟ امکان نداره، امکان نداره خانداداش قراری رو که میذاره فراموش کنید. از کجا میدونی آبجی خانم؟ خب برای که من مهمونی آخر رو که 20 سال پیش بود و یادم میاد. اون موقع 20 سالم بود، درست یه همچین شبی 20 سال پیش. به قول فرمایش خودتون 20 سال پیش، کی یادش مونده؟ و خب ما آقا جون حداقل بیا تو منتظر بمونه تو این هوای سر. شما خانداداشو درک نمی کنید، احساس ندارید. این قرار برای خانداداش خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره. ساعت 11 شب اینا دیگه اومدنی نیستن. ما هم میدونیم این قرار خیلی مهمه، فهمیدی؟ بی خود نمیخواد به ما بگی. میدونی بدشاستتون چیه؟ این که با یه آدم باهوش طرفید. من که میدونم زینا جون تو مخ شما دوتا چی داره میگذره. ببخشید تو مخ ما چی داره میگذره؟ میشه بگی؟ شما دوتا آمیب تکسلولی بی احساسید که هیچ بویی از رفاقت، معرفت، انسانیت، معنویت نبردید. درست صحبت کن امیدوارم. بله حرف دهنتو بفهم، من و نادر خوب خانداداشو درک میکنیم. بله میفهمیم، تو نمیفهمی. عزیز من دیگه شما رو نشتستم برای لای جرز خوبم. شما بگید فی من فاتحه جفتتون رو خوندم. دستتون برام روه آقا. بذار من یه گفتم. خیلی خواهم بچه زشته. چی آقا جون؟ ناراحت شدی؟ ناراحت شدی ناده جان؟ بس کن. بله حقیقت تلخه. از اینکه من شما دوتا رو شناختم میدونم توی مختون چی میگذره، دستتون برای من رو شده، ناراحتید دیگه. امید بس کن. بس کن دیگه. بس کن. واقعیت رو دارم میگم دیگه. خب بس کن دیگه. خب امید
اینا راست میگن دیگه. خب خانده داشت بد باشه بیاد تو، الان بیرون سرده میچاد، سرما میخوره، میفته رو دست من بدبخت. سوپ درست کن، قرص بده، دارو بده، از خوشم برم خودم صداش کنم، این کتم ببرم ببینم بیاد تو. اینجوری نمیشه که آقا، هم تو دلم داره شور میزنه. آقا چی روح مهره دیگه، پالتو دیگه، سیبری که نیست، چه سردی هوا به این مطبوعی. میچای هوا سرد شده، حالا اینو بپوش، اینو بپوش، بیا بریم تو اتاق. 11:30 بابا از وقت اومدنشون خیلی گذشته، من دیگه گمون نمی کنم بیان. بیا بریم تو اتاق. چی بریم تو اتاق؟ جون آبجی مگه بی خودیه؟ این همه خرج کردن، افتادم تو خرج و مخاره، تهیه و تدارک، بیام تو؟ حالا بیا بریم تو اتاق. ای بابا کو معرفت، کون مردی و مردونگی، کون سینه سوختگی ها، کون نمیدونم ریخت و پاشا، لوتیگیری ها، همش ببین یه جا از بین رفته همش. ای بابا خود نامردا، یه گرفتاری چیزی واسه شو پیش اومده. آقا یه میگه گرفتاری، یهو همه با هم گرفتار شدن، چه حرف میزنی شما؟ این نامردی نامرده. ای بابا با آخه چرا اینقدر خودتو ناراحت میکنی؟ آخه باز چی اینقدر عصبانی میشی؟ بیاریم تو اتاق. من پیر خرفت سرما خورده دست با چلفتی بی مغز توهی کم حافظه پیر مغز، نمیدونم به هم ریخته دست با چلفتی یادم مونده، حافظم کار میکنه، اونا مخ یادشون رو، مگه میشه یه همچین چیزی؟ میگم حتما یه مشکلی پیش اومده. شما هم که بلش میگه مشکل پیش اومده. بیبریم تو اتاق. هی شما هم حالا هی گیر دادی. بریم تو اتاق. بریم تو اتاق. بریم تو برم تو کیت. من باید تکلیفم رو با اینا یکی یکی روشن کنم. پیشته به دستو. با اینا باید تکلیفم رو روشن کنم. من بلشون میکنم. باید نشونشون بدم که نامردن. حالا میبینی. میگم حالا بیا بریم تو اتاق. خانده بریم تو اتاق. توی این خونه هیچ کس خانده‌داشو جز من درک نمیکنه. بیا حالا بیا بریم تو اتاق. بیا بیا میگم نمیای؟ چشمم بند جور اینا. میگم حالا بیا بریم تو اتاق خانده داش. بریم تو اتاق جناب. میچای بیوان میخوام. ها بودو بودو بیا بریم تو اتاق. این اومدن اومد ها؟ بابا نه ایمدن. اینا کیان؟ کو گربه هست؟ اینا شی؟ اینا آدم؟ این همه آدم داره میاد؟ خانده داشت از وقتش گذشته، بیا بریم تو اتاق میت شد. حالا بیا بریم تو اتاق. کیا اینا کیا دارم میاد؟ میگم حالا بیا بریم تو اتاق. اون صدا گربه از اونجا ها. کسی نیست. نه یه ده دارم میاد. میگم حالا بیا بریم تو اتاق. بیشته یه دست خانده داشت من رفتم و بیا برشم. بودو بودو چاییدی. ای بابا عجب، بابا چرا آخه اینقدر خودتو ناراحت میکنی، عصبانی میکنی؟ خب حتما یادشون رفته دیگه، همه که حافظه ما رو ندارن. یادشون رفته غلط میکنن، یادشون رفته باشه یعنی چی؟ یادشون رفته باشه؟ خب این همه من تهیه و تدارک دیدم، یادشون رفته به همین سادگی؟ شما حرف میزنی آبجی خانم؟ آقا ما از دار و ندار دنیا تو این 80-90 سال زندگی همین 7-8 رفیق داشتیم که هر شب با یاد اینا زندگیمون اصلا میگذره. شبا اصلا تا صبح خوابم نمیبود، به اینا فکر میکردم. چی میگی شما؟ بابا خانده نه یا؟ خانده شما خودتون همین امروز یادتون افتاد. خودم میفهمم، بنده کار خودم بذارید به عهده خودم. نامردا نالوتیا عجب دور زمین شده. بی‌معرفتا عجب عصریه، عجب عصر بیرحمیه خانده داشت. تو این عصر دود و آهن، تو این عصر ماشین و کامپیوتر و ارتباطات واقعا روخه نامردی و نارفیقی از همه جا داره میباره پایین. آقا آقا آقا
خانم میگم اگه سلا بدونید میخواد یه تماس بگیرین باشون. آره بزنیم میخواد کار دست من بدید آخر عمریه که بگن منت کشی داره میکنه خانده سر 80-90 سال دی من نه ببین منو 100 سال خب میگه ببین حرفش نزن نه نیستم اصلا از من 100 سال سیاه من تلفن بزنم ابا بهش کنه نه خدا میگم خاندش خب اگه شما سختتون معذبید میخواید زنگ بزنید میخواید من از جانب شما معذب باشم من از جانب شما تماس بگیرم آره خاندش زهنو زنگ بزنید من از جانب شما آه خب این حالا بیز حرف منه باز این یکیه میشه ها تو میخوای بزنی خودت خودت زدی به ما مربوط نیست امام خب بفرمایید دفتر تلفن اینها اینم لیسته اصلا به ما هیچ مربوط نیست منتیشی به منتیشی فردا نکنم کنم دادایی خودت داری چشم بزن بینیم چه غلطی میکنی چشم تو آقا با کی اول تماس بگیرم به کی بزنه میخوای کدوم سرمی میزنه اون مفخور چی بود اسمش خرخور خر آه یادم قلوم خرخور قلوم خرخور الو سلام علیکم ببخشید مزاحمتون شدم منزل آقا غلام خوب هستین شما ببخشید من از طرف آقای مینو مزاحم میشم جناب خرخور تشریف دارن بگو بیا من معذرت میخوام ببخشید نمیخواستم ناراحتتون کنم خدا نگهدارت ای ناراحت گفتی خرخور نکنه ناراحت شد 15 سال پیش خاندادش به رحمت خدا رفته اوه 15 سال پیش مرده خدا رحمتش کنه سنی هم نداشت نه فقط یه سال از من کوچیک‌تر بودی حالا دو رجمه الانه اسمش رو خط زدم باشه اشکال نداره به یکی دیگه زنگ بزن به یکی دیگه بزن اینکه از من یه سال کوچیک‌تر دو رجمه دور از حالا چه تو مون؟ نه به کی زنگ بزنم خاندوش به این یارو فرخ چی؟ مفخور فرخ مفخور خوشم نمیمد اوه هر جه چیزی مفتکی میدید دورت چون الان بعد از این درتون نیاد دیگه مفخور مفخور سلام علیکم او بیا حالتان خوبه نه به من اینجا خوب هستید شما ببخشید مزاحم شدم آقا فرخ تشریف دارم من از بستگان آقای مینو هستم مزاحمتون شدم من چه من چه او بیا بعد روحشون شد قربون محبتتون خواهش میکنم ببخشید خدا سلامتی به شما بده خدا حافظ شما چی شد؟ یه فوت کردی بود؟ نه ده خب قطعه شد یک هفت روز پیش خب ببین آخریه هم بگیری اینو نگرفتی نه خیلی دیگه هیچ فایده نداره بلش کن آخری مونده بلش کن فایده نداره والا بزا یه زنگ بزن حالا چه اشکالی داره بزنه دیگه بخواه بزنه بزنه بزن زینب یکی هم بزن نه داره مردن همه نه آخری هم بگیم همه رو گرفته خواهنده داشت یه دونه مونده از یکی آخری هم بزن چه اشکالی داره بای کی مونده؟ سلام علیکم ببخشید مزاحم شدم بابا زنده است؟ چیز منظرت بخوام بابا خونم؟ من از اقوام آقای مینو هستم اگه محبت کنید زند... تشریف دارم؟ بله 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 زندن رفت صداشون کنم ببین ببین خوب شد زنگ زد بله ببین هی ببین که میبرم بله بله روحشون شد ای ببخشید دیگه من بی وقت مزاحمتون شدم خدا رحمت کنه بله فردا صبح تشریف فردا صبح تشریف صبح که کجا کدوم مسجد کدوم این که الان زنده بود خدا حافظ همین الان مرد خدا چی شد همین الان مرد همین که رفتن صداشون کنن مرد
چریم آقا بفهم بذارم اونجا بفهم امره داد آقا چه کار میکنید آقا؟ ها؟ چه کار میکنه؟ آه به شما ربطی داری چه کار دارم میکنم؟ حتما باید از هر کار من سر در بیاری چه کار دارم دارم وصیت مینویسم ای؟ بر بر چی؟ همه کاری رو دوست کار بابا این دیگه مربوط به خودم میشه اجازه دارم که وصیت نامه بنویسم برای بعد از مرگم بر چی؟ خانداداش این حرفا چیه میزنید؟ خانداداش این حرفا رو نزن خانداداش بابا خجالت داره این حرفا چیه؟ ما آقا تو... به وجود شما زنده ایم اینجا مگه تو خبر نداری که من آخرین بازمانده سلسله نسل خودم هستم همه رحمت تو که خبر داره که من من دیگه آفتاب لب بونه نه دور از جون خان باید وصیت این حرفا چیه خان داداش شما ماشاءالله به این سرحالی قبراقی چقری دماغتون چاق همچین قبراق مگه به دماغ اصلا حیفید شما مگه چند سالتونه شما این حرفا چیه میزنید همون بر چی آخه وصیت نامه بر چی مینویسید خان داداش مگه من میذارم شما به من باشم اینجا شما بمیرید من میرم الان خودم میکشم یا همچین روزی رو نبینم خان داداش این حرفا رو نزنید من نمیتونم اینجوری تحمل بکنم ان شاء الله هر چی بلا درد و بیدرمون دارید بخوره تو سرت دکتر خاموش بخوره هر چی که بخوره شما این کار نکنید من نمیذارم خان داداش اگه شما این کار رو بکنید بدون خبر بخواید بمیرید من تا آخر عمرتون شما رو نمیبخشم خان داداش اگه شما رو بذارم بمیرید وجدانن اگه بذارم بمیرید خان داداش من نمیذارم بمیرید شلوغش نکن مگه دست توی که من بمیرم یا نمیرم نمیخوام بمیرید چه 100 سال چه 50 سال چه مگه به دماغ و چاقه بنده خدا باید دماغ بود که دماغ بنده یک بنده یک گوشکوب هم باشه همه مردنی هستیم باید بینید به دماغ نیست که نمیذارم من نمیخوام بگیرم آقا بنده اشکال شلوغش نکن به این حرفانی مگه دست توه که من بیله میزنم هر کسی باید وصیت نامه‌شو بنویسه پنج میزنم سر شلوغش نکن آقا عجب گیری افتادیم پشت میز تو زندگی خصوصی خودمونم میخواییم وصیت نامه واسه مرگمونم بنویسیم یا آقا ولمون نمیکنه به کی برم بگم زنگ بزنم بیام بگیرم نمیذارم بمیری بر چی میخوای بمیری آخه دست میزنم خودم نمیذارم بگیرم ساکن به جان خودم اگه بذارم ببینی به جان خودم اگه بذارم ببینی مردی بمیر اگه من نکشمه میخواد در من بیامده ببینه میگم زینی آقا دست از این مسخره بازیات در آن تو از وصیت نامه چی سرت میشه خبر داری میدونی چه جوری مینویسم ها؟ وصیت نامه رو بلدی؟ من فقط شلوغ میکنی الان که تو کار که میرسه فقط میدونم وصیت نامه رو سه دندونه می نویسن خب منم واسه سه نقطه نوشتم خب این رو که خودم می دونم وصیت نامه رو واسه سامون اینه که خودم می دونم به من داری یاد می دی متن رو می گم میگم متن رو چی می نویسن سه سه نقطه رو که می دونم خودم داخلی چی می نویسن بگیم که هر چیزی به کس بکنم نمیذارم بمیریم من اگه گذاشتم بمیریم باز حرف خود بذاری اجازه میدیم و کارمونو بکنیم آقا میفتم میمیرم و بعد اون وقت بی خانمان میشید هیچ که نمیدونه به کی چقدر میرسه آقا بگو چه کار کردن چه کار یکی یه دونگ از باغو یه دونگ به تو یه دونگ به امید یه دونگ به آبچی خانو یه دونگم به نادر باغو تقسیم کردم یکی یه دونگ بهتون دادم سنت باغ شیش دونگه دو دونگه بقیهش تو میشه مگه به شما ربطی داره دو دونگه بقیه چی میشه اون دیگه مربوط به خودم سهم خودم با هم روشن شما پس فردا افتادی اینجا مردی تکلیف اون دو دونگ چی میشه بنده افتادم دکتر خاموش مرد بله هیچ طوری نمیشه اون دو دونگ مال همسر آیندم لطیفه خانم چی؟
چی چی؟ لطیف خانم؟ بله دودم بده خیلی بله لطیف خانم بخیر همه رو بدم شما ها آب بخوری یا آبم روش آخه چه دوده؟ اون بنده خودم بعد از مرگ من حق و حقوق داره نمیتونه آبیشون باشه زیاده شفان داداش بابا بی خیال شد دودم بخوای بده لطیف خانم میشه تو میدونی یا من؟ مال خودم رو میخوام دودنگ بدم به زنم به شما چه ربطی بابا دودنگ زیاد زیادی زیادی حرف بزنی زینا یکی یه دونگ شما رو میگیرم میدم به اون رو به تو نمیدم گفته باشم میخوای یه دونگ دونگ من نمیدی میگه دونگ تو رو بهت میدم دودنگ مال همسر آیندم زیادش خب زیاد من خودم میدونم بفهمید بیرون نمیخوام چنگول میزنم تو صورتم برو بیرون خود تو بکشم نمیذارم برو زینب بذار کارمو بکن نمیریم بذار وصیتمو بنویسم تا نمردم میمیرم آروم چی شد؟ چی شد؟ همه هستن؟ آره دیگه فقط خانداداش نیست ابله جون میخوایم پشت سر خانداداش صحبت کنیم میگی خانداداش نیست چی جوری صحبت کنیم؟ میخوای پشت سر خانداداش؟ میخوایم راجع به خانداداش حرف بزنیم چه میخندی؟ خنده داره؟ هندونه؟ زینا بله داداش حالش چطور بود؟ ها؟ خوب بودن چه سالتی که ندارن شکر خدا مثل همیشه قبراه بودن فقط داشتن وصیت نامش رو می نوشتن الهی بمیرم وای وای میگم زینب بس این دختر لطیف هم چیزی نوشته بود بله خان بجیم بله برای تک تک ماها یکی یه دونگ از باغچه رو گذاشتن دو دونگ از باغچه رو برای لطیفه خانم گذاشتن نگاه کن تو رو خدا دختره هنوز نایمده دو دونگ ماها یه دو ایداده بر من آخه از شما دیگه بعیده دیگه این چه حرفی آخه شما الهی بمیرم وزد خانده داشت آخه ببین چقدر دل رمه حالا هم همینطورم تو به فکرم ولی آقا من تحجیبیم دو دوان برا لطیفه نادر یه دقیقه به اینجا کارت دارم نادر بودن چه بودو بینم بلند شو بودو بینم آقای نادر سسود خانمش جانم کجایی؟ یک ساعت و نیمه دارم صدات میزنم معلوم است کجا کجا هستی شما چیکار میکنی؟ اینجا نیستم خداش من در خدمت شما بگی بشین کجا؟ بگی خوب خان آه نمیخوای بشینی؟ نه چرا خوب بشین چشم یک کاغذ خودکار بردار بیا نه آقا این چیزایی که اسمایی که بهت میگم همه رو مینویسی اون که بهت میگم اسما رو یادداشت میکنی چی هست خانده داشت؟ میخوام بری کتاب برم میخوام بری گوش کن ببین چی دارم میگم میخوام بری یکی یکی در خونه اینا رو در رو چه کار کنی؟ راضیشون کنی یعنی حلالیت به طلبی از جانب من یکی یکیشون این حرفا چیه خانده داشت تو رو خدا نزنی ما گریه همون میگیره صحبت نباشه فقط اون چی که بهت میگم یادداشت خاندش مگه شما دیگه کاری به این کارا میگه حلالیت بخوام میگم کاری به این کاراش نداشته باش من به اینا بدهکارم گناه دارن بعد بهشون پرداخت بکنم چشم خانم حلالیت به طلب شما ازشون ماموریت داری اینجا چشم فقط هم بگو چشم یک بفهم میری پیش دکتر خاموش اول از همه خاموش این بنده خدا رو من چقدرم اذیتش کردم ولش کن خاموش خانم از سر تقصیراتم بگذره حالا نه 50 تومن 50 تومن بهش بدهکارم 50 تومن 50000 تومن درست نیست 50000 تومن میشه 500000 ریال بله 4 ماه پیش ما از این گرفتیم یادمون رو بهش بدیم حالا شاید لازمش داشته باشه مهم نیست زیاد خان میگه مهم نیست باش چش خاموش الان بر یک قرون داره لیلون میزنه 50000 تومن رقمیه واسه چش خانم آقا بعدش میری در خونه کی در خونه کی خانه داشت؟ نه بگو در خونه کی یا آدم رفت چی؟ من نمیدونم آه این که چرخاش آه چیز چی بود اسمش؟ لاستیک ها لاستیک بیش بده کارم به نوش چهار تا لاستیک میخری میدی یوسف خان خب
یوسف خان همین رفیقتون سر چهار پایین تر بر لاستیک. چرا لاستیک به نوش چهار حلقه لاستیک نو میخری میده؟ میگه این حلالیت میخواد با هم. واسه چی خانده چهار تا لاستیک واسه چی؟ آقا من بعد همه چیزی به شما گفت اینا اصلاً جوونی، جهالت، نفهمی، حسادت، هر چیزی که اسمشه بذاری. اون موقع ما نفهمیدیم چی کار کنیم. چی کار کردی خانده داشت؟ یوسف خان رفته بود یه ماشین از این پلیمودای آلبالویی خریده بود، خیلی قشنگ بود اون موقع. منم خیلی از اون ماشینا دلم میخواست. رفته بودیم با برای بچه‌ها وایسته بودیم نگاه میکردیم، من دلم ضعف میرفت وقتی نگاه به رنگ این پلیموده میکردم. ما هم چهار تا چرخ اینو برداشتیم جر با جر کردیم، پنچرش کردیم. چیکار کردی خانده؟ لاستیکاش جر جر کردیم. لاستیکای ماشینو به حسادت خریدی شما؟ جوونی بعد بعید. حالا حلالیت ازش بگیر، بگو ببخشید برادر، بگم چهار تا بگو خانده داشت حلالیت طلبید. میمونه که آبجی خانم خودمونم بنویسیم. آبجی خانم گرچه آبجی خانم لازم نیست ببینم لازم نیست ازش حلالیت بطلبی، چون اون رضایت میده ازش، چیز سخت نمیگیره بیچاره. معذرت خواهی ازش بکنی کافیه. معذرت من واسه چی برم معذرت خواهی کنم از آبجو خانم؟ هیچی بابا دیت، گرچه چیز مهم نی. یه انگ به نظر تو چیکار کنیم؟ یه انگشتری عتیقه بود از این عقیقا. خب مال خانجان بود، داده بود به ما چیز یادگاری، به آبجی داده بود. یعنی ما هم یه روز دلمون از این جوونی خریت دیگه، آدم دلش میخواد دیگه، هر دفعه دلش یه چیز میخواد. از این واکمن ها هست که گوششون میذارن موزیک گوش میکنن. من از اینا دلم میخواست، رفتم سر صندوقچه آبجی خانم این انگشتره رو برداشتم بردم فروختم، یه واکمن خریدم موزیک باش گوش میکردم. البته آبجی خانم فکر میکرد فروختی گم شده ها. اون اصلا باور، هنوزم باور نشده بود. شما از تو کیفش یواشکی انگشتر بر نه اینکه بردارم، نه من چیکار کردم؟ دلم واکمن میخواست ما انگشتر عتیقه، هنوزم آبجی خانم فهم کنه گم کرده. یه نویس میگم ای بابا، آخه این کارا بابا میگم جوونیه، تو هم بودی از این کارا میکردی، فرق نمیکن. بنویس پنج نادر مشکنبری جانم خانم. نادر خودتو بنویس. من چی؟ بدهی دارم بهت. من خانم بنویس بدهی نداری؟ خبر نداری؟ کی به من بدهی؟ 40,000 تومن بنویس نادر مشکنبری. 40 تومن کی به من؟ من شما پول به من بده. 40,000 تومن من دارم بهت میگم، بدهی دارم به تو. تو داری به من میگی؟ میگم من به تو بدهکارم. واسه چی؟ میخوام رضایت بگیرم آقا جون. بنویس حلالیت دارم میطلبم. خانم برای چی؟ معلومه که میگم نبایدم خبر داشته باشی، من خودم. آقا جون چجوری واسه بگم؟ حالا بیا درستش کن. یه دفعه اینجا جشن عروسی گرفته بودیم، اون یارو پول داره گردن کلفته بود، 40,000 تومن انعام داد، گفت اینو بدید به این آقا، خوش اومده بود از تو. نه اینکه نخوام بهت بدم، میخواستیم با برای بچه ها بریم شمال بگردیم، خسته شده بودم از اون مجلس هایی که پشت سر هم گرفته بودیم. ما هم 40 تومن که داده بود برتو برداشتم بردم شمال با بچه ها خوردیم. البته بهت میدم، نه اینکه بهت ندم. چی ندم؟ من برداشتیم واسه چی؟ 40,000 همون دفعه که با رفیقات رفتی شما، من اینجا پول از همه قرض میکردم، 40,000 تومن منو برداشتی رفتی شما به من ندادی؟ اصلا بگی بشین. آخه واسه چی پول منو میخوری؟ خوب بود بهت نمیگفتم. آخه پول من خوردن داره؟ میگم خوب بود بهت نمیگفتم. حالا بیا و نیکی من میگم. من حلال میگردم. میگه حلال. 40,000 تومن بنده خدا اگه بهت نمیگفتم از کجا میفهمیدی 40 تومن تو من؟ آقا واسه چی؟ من تو اون یه هفته که شما نبودی به 10 نفر رو انداختم پولت. بستنی نداشتم من بخورم، 40,000 تومن پول من برداشتی خوردی؟ مرد گنده گریه میکنه، بگی بیشون یاد داشت و بردار. 40,000 تومن بهت میدم، این خیال نمیم بازه. 40,000 تومن پول من برداشتی. ای کاش این زبونم لال بود بهت نمیگفتم. اگه بهت نمیگفتم از کجا میفهمیدی؟ من حلاله نمیکردم خانده. جهنم که حلاله. حلاله نمی کنم حلاله. آقا تو مجبور شدم من این کار بکنم. شلوغش نکن. با آدم با میدم به با آدم روبه موتی که هر آینه هر آن ممکنه تغییر وضعیت بده و آفتاب لبه بومه و ممکنه دار فانی رو به ادابه گه که آدم اینجوری رفتار نمی کنه. میخوای بیمیرم من؟ حالا یه حساب ترنگشتی بکن ببین سر جمع چقدر ما به اینا بده کاریم به همین. چه میدونم خانم؟ 40,000 تومن من آخه بهت میدم. میگم آدم با آدمی که لب موته که آدم اینجوری صحبت نمی کنه. 50 تومن 50 تومن 40 تومن من 100 تومن
یه چیز دور و بر 200-300 تومن میخوام بگش. او بله چقدر زیاد شد؟ بله 300,000 تومن؟ بله خانم. میگم نادر جون، نادر پسر، نادر پسر گلم، پسر گلم، آقا پسرم، من الان پول همراهم ندارم قربونت برم، برای اینکه این حلالیتم طول نکشه، بتره به درازا نکشه، بپر از این همینا که بهت گفتم، از اینا حلالیت بطلب، پولارم بهشون بده، منتها رسید بگیریان، پول بهشون میدی رسید میگیری. من پول بدم؟ همینجوری بر واسه چی من پول بدم؟ شما حلالیت میخوای به طلبی؟ حلالیت؟ آقا من اون وقت با یه نفر طرفم، با 20 نفر طرفم. نمیخواد خانداداش حلالیت، اصلا بیخیال شو. عزیز من شما... اخو من پول ندارم خانداداش. خب، اخو جون میخوایم پشت سر کی صحبت کنیم؟ ها؟ پشت سر کسی نمیخوایم صحبت بکنیم. میخوایم مشکلات خانداداشو مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم. مورد بررسی قرار بدیم. میگم تازه چه خبر؟ چی شده ها؟ هیچی. دیگه این خانداداش بر ما خانداداش بشو نیست. همین داش با من حرف میزد. میگفت من براش حلالیت بطلبم. از کی؟ از کی میخواد حلالیت بطلبه؟ از همه. ای وای، کاش من میمردم و این روزا نمیدیدم. خانداداش! خانداداش داره میاد آه، خیلی خوبه. فقط یادتون باشه اول تلویزیون رو روشن کنید بعد نگاه کنید، نه اینکه اول تلویزیون رو نگاه کنید بعد روشن کنید. آره خوبی خانداداش؟ امید جانم، یا پسر گلم، بیا این انگشتر، این هر پدر خدا بیا مرزمون به ما رسیده، خیلی دوستش دارم، خیلی واسم عزیزه، ارزشمنده، نه از نظر قیمتان، از نظر هر حال معنوی، خیلی واسم من یکی ارزش. اینو میدم به برادر کوچیکم جان، بعد از مرگ من اینو نگهداری ازش بکنی، اینو چشمت همونجور که من ازش نگهداری. چشم باشه دادا. چشم باشه. قربونه پسر، نگهداری کنم مال تو. برای نجات خانداداش فکر اساسی بکنید.